درود بر شما. باز هم مرداد ماه رسیده است و داغی اون تابستان 67 خودش رو به رخ میکشه. در تابستان 67 چند روز پس از پذیرش قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر پایان جنگ ایران و عراق، بیش از 4500 نفر از اونها با وجودی که محکومیت برخیشون هم به اتمام رسیده بود اعدام شدن و بدنهاشون بدون اطلاع خانواده ها در گورهای دست جمعی خاوران آرام گرفت. قبرستانی که هنوز هم از جانب جمهوری اسلامی مورد هجوم قرار میگیره یا بر اون محدودیت هایی هم وضع میشه. با اینکه سالها از وقایع تلخ تابستان 1367 میگذرد و بسیاری از مقامات مسئول در جمهوری اسلامی که در آن زمان نیز در رأس امور بودند، در طول همه این سالها کوشیدند تا وقوع حوادث تلخ، خصوصا بحث قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 را به دست فراموشی بسپارند، اما روح جمعی ایرانیان بر این جنایت رفته هنوز هوشیار است و هنوز بسیاری از ایرانی ها پیگیر حوادثی هستند که در آن سالهای داغ پس از انقلاب، خصوصا در تابستان سال 1367 پشت دیوارهای بلند زندانها در ایران اتفاق افتاد. کشتار گروه کثیری از زندانیان سیاسی و سپردن جوانان این مرز و بوم به جوخه های اعدام به دلایل واهی از ترس حکومت برای شکلگیری یک قدرت اپوزیسیونی در داخل ایران که میتوانست به سرنگونی رژیم سیاسی بعد از انقلاب یعنی جمهوری اسلامی منجر شود. با اینکه برخی از رهبران جمهوری اسلامی از جمله حسین علی منتظری به شهادت فایل صوتی منتشر شده از او وقوع کشتارهای دهه 60 خصوصا تابستان 67 را مصداق بارز جنایت علیه بشریت قلمداد می‌کند، اما آنچه واقعیت ماجراست اینکه بسیاری از کنشگران سیاسی در درون حاکمیت به واسطه دست داشتن در همین کشتارها و خدمت به این روند توانستند در سالهای بعد موقعیت‌های ممتازی را به دست بیاورند. از ابراهیم رئیسی که اخیراً با حضورش در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد تا چه اندازه حضور و خدمت به رهبران جمهوری اسلامی در قالب کشتار جوانان ایران میتواند مفید به فایده برای بالا رفتن از پله‌های قدرت در نزد مقامات جمهوری اسلامی باشد، تا دیگر کسانی که در این حوزه فعال بودند و از هیئت‌های سه نفره مرگ گرفته تا جوخه‌های اعدام دستشان به خون جوانان ایران آلود است. اما سالهاست مقامات جمهوری اسلامی از پذیرش مسئولیت در قبال حوادث آن سالها، خصوصا کشتارهای دهه 60 و تابستان 67 پرهیز کرده و از آن سر باز می‌زنند. نمونه بارز آن علی خامنه‌ای که همین چندی پیش در مراسم سالگرد درگذشت روح الله خمینی گفته بود مسئولیت تام و تمام این اتفاقات به دوش رهبر نخست جمهوری اسلامی یعنی روح الله خمینی بود است. ترس مسئولان جمهوری اسلامی از پذیرش مسئولیت در قبال حوادث تابستان 67 چراست و چگونه است؟ و ما در این قسمت از برنامه گفتگوی دارم با جناب آقای ایرج مصداقی، نویسنده و از تحلیلگران و کنشگران سیاسی. آقای مصداقی درود بر شما، سپاسگزارم که دعوت من رو بار دیگر پذیرفتید. سلام میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز. آقای مصداقی، آیا مسئولان کشتار دهه 60 به هیئت سه نفره یا گروه چهار نفره که در داخل زندان دست به همچین اقدامی زدن برمیگرده، یا اینکه محدود نمیشه فقط به این گروه ها و به مقامات و بالاتر هم به قول معروف سرایت میکنه؟ هیئت کشتار 67 مرکب از چهار نفر بوده: آقای رئیسی، پور محمدی، اشراقی و نیری. ولی خب موضوع فقط به اینها ختم نمیشه، یا حتی در خود هیئت هم فقط این چهار نفر نبودن. بسیاری از کسان در هیئت حضور داشتن، مثل آقای شیخ محمد مقیسه که اون روز اسم ناصریان داشت، نقش بسیار بسیار مهمی در کشتارهای اوین و
گوهردشت داشت، به خاطر اینکه هم سرپرست زندان گوهردشت بود و هم دادیار ناظر زندان و زندانیان را از نزدیک میشناخت و سازماندهی کشتار رو در جریان اون روزها به عهده داشت. و غیر از اون، خب مسئولین امنیتی زندان و بسیاری از کادرهای زندان اونها این کشتارها رو در واقع انجام میدادن. اگر یک کسی مثل اگر اعضای هیئت تصمیم به یا رأی میدادن بر اعدام کسی، این کادر زندان بودن. همه بخش‌های زندان، هم از موتوری، خدمات، بهداری و حتی فروشگاه، ملاقات، که اینا در اعدام مشارکت داشتن. ولی که جدای از اینها باید توجه داشته باشیم که وزارت اطلاعات، شخص آقای ریشهری، فلاحیان و بسیاری از معاونت‌های این وزارتخونه در این کشتار دست داشتن، به خاطر اینکه سازماندهی کشتار و برنامه‌ریزی کشتار رو اینها به عهده داشتن و حتی در طول به خصوص یک سال قبل از این جریان اونها به دنبال اجرا یا به دنبال یافتن فرصت برای اجرای این کشتار. از اینا که بگذریم، خب خود مسئولین درجه اول نظام جدا از خمینی و احمد خمینی که این کشتار به امضای خمینی است، به دستور خمینی است و به خط احمد خمینی، و خب پیگیری ماجراها رو هم داشته، ولی غیر از اون رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس، خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور و آقای موسوی اردبیلی به عنوان رئیس قوه قضاییه یا رئیس شورای عالی قضایی که مسئولیت قضایی داشته، به همراه شورای عالی قضایی مسئولیت داشتن در این کشتار. اونها حتی تایید میکردن در نماز جمعه، هر سه این افراد به تایید کشتارها پرداختن، زمینه سازی کردن، حتی شعار منافق زندانی اعدام باید گردد در نماز جمعه ها سر دادن و مشخصا سازماندهی شعارها را اینها به عهده داشتن. و جدای از این افراد، خود هیئت دولت جدا از میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر که مسئولیت وزارت اطلاعات زیر نظر او بوده، عضو از کابینه بوده، در این جنایت دست داشته، ولی به غیر از اونها خود اعضای هیئت دولت هم به نوعی در این کشتار، بخششون اخلاقی، بخششون سیاسی و بخششون اجرایی، مشارکت داشتن در کشتار. ببینید، آقای محتشمی بعد از این کشتار به دفاع از اونها برخواسته. آقای محمد جواد لاریجانی به عنوان معاون وزیر امور خارجه، همچنین علی اکبر ولایتی به عنوان معاون وزیر خارجه در دفاع از کشتار، و اینها تلاش هایی هم داشتن در کتمان و در واقع فریب نهادهای بین المللی و مسئولیت دارن در این کشتار. غیر از اینها، در بسیاری از شهرهایی که هیئت کشتار به کار خودشون ادامه دادن، در اونجاها اینا تشکیل یافته بودن از دادستان، رئیس در واقع اطلاعات شهر و همچنین حاکم شهر. رؤسای زندان‌ها مشارکت داشتن در این کشتار. در تهران آقای شوشتری رئیس سازمان زندان‌ها نقش مستقیم داشته و نامشون در اون نوار صوتی آیت الله دیدار اعضای کشتار با آیت الله منتظری هم به میاد میاد، بخشی از پروژه. و خب جدای از اینها، فرماندهان سپاه پاسداران، فرمانده های نیروی انتظامی در اون دوران که البته خلاصه می شده در کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی و ژاندارمری، به نوعی در این کشتار دست دارند. در بسیاری از شهرها اینها امنیت اعضای هیئت رو یا امنیت زندان ها رو یا امنیت این بازداشتگاه را به عهده داشتن، بنابراین در کشتار سهیم هستن. و خب غیر از اینها میتونم بگم آقای رازینی بوده، آقای سلیمی بودن، محمد سلیمی، اینا نقش مستقیم داشتن در کشتار. و قاضی حداد بوده در اوین، نقش داشته. عرض کردم بسیاری از بازجوها و شکنجه‌گران تو این کشتار بودن و همچنین معاونت‌های وزارت اطلاعات در اون دوران در این کشتار دست داشتن، مثل آقای اصغر میرحجازی،
که بعدها به دفتر خامنه‌ای نقل مکان کرد. و همچنین عرض کردم افراد زیادن اگه بخوام نام ببرم، ولی خب این سیاره طولانی رو تشکیل. آقای مستاقی، شما هم اشاره داشتید به فایل صوتی آقای منتظری. این بیرون اومدن فایل صوتی آقای منتظری که نشانه ای از شکاف بین مقامات در واقع عالی رتبه اون زمان بوده، مقام رهبر جمهوری اسلامی در اون زمان که برمیگرده به آقای خمینی و قائم مقام خودشون که آقای منتظری هستش. آیا این شکاف در سایر قسمت ها هم فکر میکنید وجود داشته؟ آیا میشه گفت که برخی از مقامات جمهوری اسلامی مخالف این کشدار بودن و واکنش نشون دادن؟ خیر، هیچ کسی به جز آیت الله منتظری نبوده. آیت الله منتظری به خاطر ویژگی های شخصیتی خودشون در واقع در مقابل خمینی ایستادن و این کشدار رو محکوم کردن. اولین بار نبود. آیت الله منتظری در 5 مهر سال 1360 به خمینی نامه نوشتن و نسبت به اعدام بی‌رویه در زندان ها اعتراض کردن، نسبت به شکنجه ها اعتراض کردن، نسبت به اعدام افراد بدون تشکیل دادگاه اعتراض کردن، نسبت به اعدام دختران 13-14 ساله. این 5 مهر سال 1360. آیت الله منتظری در سالهای بعدم به این امر مبادرت کردند. نماینده های ایشون از زندان ها دیدار کردند. تلاش های زیادی برای بهبود وضعیت زندان ها به خرج دادند. آیت الله منتظری در مهمار سال 1365 به خمینی نامه نوشتند و گفتند با اطلاع دقیق میگم به ذات اطلاعات شما روی ساواک شاه رسولی کرده. این چیزیست که آیت الله منتظری نوشتند و بعد تاکید کردند روی دخترانی که در واقع تخمدان هاشون رو در زندان از دست دادند، تاکید کردند تجاوزاتی که در زندان ها بوده، بدرفتاری هایی که بوده، بیماری های روحی و روانی که زنان بهش دوچار شدن و اینکه آفتاب رو از زندانی ها دریغ کردن. اینا دقیقا اطلاعات صحیح آیت الله منتظری است که در میون میذارن به خمینی. بعدها هم به خمینی میگن، میگن من با تو تا دم جهنم میام اما توی جهنم نخواهم. و در کشتار 67 ایشون هستن که با توجه به سوابقی که داشتن، با توجه به خصوصیتی که داشتن، با توجه به صداقتی که ایشون داشتن در مقابل این کشتار نیستن. حتی اعضای بیت آیت الله منتظری ایشون رو بر حذر میدارن، نزدیکانشون ایشون رو بر حذر میدارن از موضع‌گیری راجع به کشتار سال 67، ولی ایشون به رأی و نظر خودشون عمل میکنن. جدای از این، بعد از اونا حتی میبینید کسایی مثل عبدالله نوری میان که از آیت الله منتظری انزجارنامه بگیرن. دوری نجف آبادی میاد انزجارنامه بگیره. میدونید مجمع روحانیون مبارز، آقای کروبی، آقای امام جمالانی و حمید روحانی، اینها کسانی هستند که کلید حزب آیت الله منتظری می‌زنند، اتفاقا به خاطر همین کشدار، اتفاقا به خاطر مخالفت آیت الله منتظری با این جنایات. یکی از مواردی که روش دست می‌زنند رو همون نامه یا کیفرخواستی که کروبی و دیگران برای آیت الله منتظری می‌نویسند در اسفند ماه سال 60 تاکید رو همین کشدار هاست، تأثیر رو مخالفت های آیت الله منتظری با این کشدار است. میدونید یه دهه بعد در سال 77 هم کروبی دوباره اومد با مخالفت کرد با پسر آیت الله منتظری که با آقای احمد منتظری که روی این موضوع کشدارها دست گذاشته بودن و دروغ های عجیب و غریبی رو سرهم کرد و میبره که در اون دوران در زندان زندانیان توابین رو کتک زدن، گویی که اگر چنین کاری هم اتفاق افتاده باشه توابینی رو در یک زندان کتک زده باشن و در همه زندان‌های سراسر کشور بیان زندانیان رو قتل عام کنن. این نشون دهنده ذهنیت آقای کروبی هم در اون دوران بوده. و میتونم بگم تمام بخش‌های رژیم، تمام بخش‌های رژیم مدافع این کشدارها بودن. میدونید آقای تاج‌زاده در سال 88 در اردیبهشت ماه در مناظره‌ای که داشتن قبل از انتخابات 88 تأکید کردن که آیت الله منتظری طاقت رهبری رو نداشتن و موافقت کردن با موافقت خودشون رو اعلام داشتن با برکناری آیت الله منتظری. تقریبا تمام جناح‌های رژیم میتونم بگم حامی برکناری آیت الله منتظری بودن به خاطر همین ویژگی‌هایی که ایشون داشتن. میدونید وقتی که آیت الله منتظری رو کنار گذاشتن، آقای میر حسین موسوی بخشنامه داشت داد که عکس‌های ایشون رو از دیوار ادارات پایین بکشن. جلوی خونه ایشون رو، دیوارش رو آقای
عبدالله نوری دستور داد که خراب بکنن. و میدونید هادی خامنه ای و مجید انصاری، اینا کسانی بودن از مجمع روحانیون مبارز که می اومدن شرکت میکردن در دانشگاه ها و علیه آیت الله منتظری صحبت میکردن و از برکناری ایشون دفاع میکردن. و حالا من به جناح مقابل که امروز به خون آیت الله منتظری تشنه است یا تشنه بود در زمان خمینی، به اونا دیگه زیاد نمیپردازم. کارنامه اونا روشنه، کارنامه جامعه مدرسین حاضر میه قوم روشنه. اونایی که حتی میخواستن آیت الله منتظری رو بکشن در سال 76، توطئه قتل آیت الله منتظری رو داشتن کسایی مثل مقتدایی، کسایی مثل شیخ محمد یزدی و حتی اطرافیانشون. میدونید روح‌الله حسینیان اونجا وایساده بود، فلاحیان بیرون وایساده بود و هدایت میکردن کسانی که حمله میکردن به خونه آیت الله منتظری. و خب میدونید که جناح رفسنجانی، حامیان رفسنجانی مدافع این کشتار بودن. رفسنجانی خودش در دهه 60 مدافع همه اون کشتارها بود، یکی از حامیان لاجوردی بود اصلا و یکی از کسانی بود که مخالف برکناریش بود، حتی در روزهایی که لاجوردی در تنگنا قرار گرفته بود. بنابراین میتونم بگم که فقط و فقط آیت الله منتظری هستند که در مقابل این کشتار نیستند و به همین دلیل آیت الله منتظری میبینیم محبوب مردم ایران میشه. اگر ما از اول به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای اونها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد. آقای مستاقی، برخی از کنشگران سیاسی همکنون معتقدند که در مورد کشتارهای دهه 60 به خصوص تابستان 67، این قتل عام که واقعا فاجعه است، هرگز اطلاعات دقیق بیرون نیامده، هرگز آمار درستی بیرون نیامده. خب داخل حکومت که کوچیک شمرده این قضایا رو و مخالفان حکومت هم خیلی ها معتقدن که قلف میکنن. آیا ما آمار نسبتاً درستی در این زمینه داریم که بخوایم بهش استناد کنیم در واقع؟ خب قبل از هر چیز باید بگم، میدونید بعد از اینکه کشتار صورت میگیره، مقامات رژیم خیلی تلاش میکنن که موضوع رو منحرف کنن. خامنه ای میاد در دانشگاه در آذر ماه 16 آذر به مناسبت اون صحبت میکنه و به گوری جوری جلوه میده که مثلا یه تعدادی رو کشتن، میگه ما اعدام نداریم، میگه ما با مخالفین اون شوخی داریم و تایید میکنه کشتار. موسوی اردبیلی به گونه ای جلوه میده در همون آذر ماه
گویا تعدادی حکم اعدام داشتن، حالا اجراشون. لاریجانی، محمد جواد لاریجانی میاد به همین ترتیب صحبت کنه. رفسنجانی هم در دیدار با مقامات فرانسوی و هم در دیدار با مسئولین وزارت اطلاعات تاکید میکنه که این به تعبیر او منافقین بعد از شکست هایی که خوردن اومدن دروغ های عجیب و غریبی مطرح کردن مبنی بر اینکه هزار نفر رو کشتن. ببینید اتفاقا جالب، رفسنجانی اینو به جنایتکاران وزارت اطلاعات میگه که خودشون از نزدیک در جریان این کشتار بودن و به آمار ارقام دسترسی دارن، یا حالا میاد به مقامات فرانسوی مطرح میکنه، در حالی که میدونیم آیت الله منتظری از 3800 نفر یاد میکنن که در این کشتار بیرحمانه به قتل رسیدن. آمارها هم نزدیک به همینه. تحقیقات خود من که در طول این چند دهه راجع به این کار کردم، حتی تو زندان راجع به این کشتارها تحقیق میکردم، از کسایی که زنده بودن، بچه‌هایی که بودن، بندهایی که بودن، من خودم جدا از مقالاتی که در این زمینه تهیه کردم، جدا از تحقیقاتی که همراه با سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه داشتم، حتی با قاضی جفری رامستون تو این مرحله داشتم، در ارتباط با ایران تریبونال داشتم، کتاب‌هایی رو که منتشر کردم روی این مسئله کار کردم و به نظر من اون چیزی که آیت الله منتصری میگن مقرون به صحت، هرچند که ممکنه اینجا و اونجا اعدامهایی باشه که بازش اطلاع نداشته باشیم، ولی تعداد اونا زیاد نیست، نمیتونه بیش از اون چیزی که آیت الله منتظری میگن، حالا با یه درصدی از اشتباه بیشتر باشه. این طرف هم قلوف های زیادی بوده، آمار رو به 30,000 نفر رسوندن. یکی از این افراد وزارت اطلاعات رضا ملک در درگیری هایی که در درون خودشون داره این رو به دروغ به 33,700 نفر رسونده. به نظر من اینها آمارهای جعلیه و کمکی به حقیقت نمی کنه. همونجور که اون طرف سعی میکنه آمار رو پایین بیاره، این طرف سعی میکنه بالا بیاره. این یک فرهنگ نادرسته و به نظر من هیچ چیزی مهمتر از حقیقت نیست و به اصطلاح فردایی که حقیقت آشکار بشه، همه اون کسایی که این دروغ و تقرها رو درست کردن به نظر من شرمنده خواهد شد. از فردا صحبت میکنید، در سالهای گذشته مجموعه ایران تریبون ها مجموعی از دادگاه‌های سوری رو تشکیل دادن که همین اتفاقاً فرصتی داشت که اقوام و خانواده‌های قربانیان دهه 60 به خصوص تابستان 67 اومدن نظرات خودشون، مثل خود شما، نظراتشون، عقایدشون و حتی خاطرات خودشون رو مکتوب کردن. آیا امیدی هست که چنین دادگاه‌های بین‌المللی صورت بگیره و شاید حداقل درباره کشتار تابستان 67 بشه یه دادگاه بین‌المللی، یه دادگاه واقعی رو دید؟ تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی هست نخیر، نمیشه. به همین دلیل هم هست که ایران تریبونال تشکیل میشه و به مردم رجوع میکنه و به قضات بین‌المللی، قضات مستقل و در یک دادگاه نمادین و مردمی به مسئله رسیدگی میشه. ولی خب در سطح ملی یا بین‌المللی قطعا در آینده چنین دادگاهی تشکیل میشه. این جنایت همونطوری که در طول سالهای گذشته شاهدش بودیم، هرگاه که فرصتی یافته مردم، هرگاه که فرصتی یافتن جوانان بالا آوردنش، مطرح کردن. میدونید در جریان سال 88 در دورانی که دوران انتخابات بود همین موضوع مطرح شد، همین کشتارها مطرح شد، سوالی بود که در مقابل کاندیداها قرار داده میشد و هر کدوم از اونها سعی میکردن به نوعی فرار کنن از موضوع. در سالهای بعدم بود، امسال میبینید حتی آقای روحانی مجبور میشه بیاد و حمله کنه به رئیسی و دست بذاره رو سابقه رئیسی به عنوان کسی که 38 سال در اعدام دست داشته. خب اون نمیتونه تعبیر جنایت به کار ببره، چون خودش هم یکی از مشارکت کنندگان در این جنایات بوده. ولی در هر صورت اگر بخوایم محدودیت های نظام رو هم در نظر بگیریم، میبینیم که حتی خود مسئولین نظام حالا دارن اقرار میکنن، همین که میان و حالا با افتخار از جنایاتشون یاد میکنن، جنایاتی که قبلا سعی کردن کتمان کنن.
حالا میان میگن آقا باید بودیم کسانی که این جنایات رو مرتکب شدن مدال بدیم، مدال افتخار بدیم. بسیار خوب، این مدال های افتخار رو میتونن به سینه شو بزنن. خیلی ها بودن در طول تاریخ که به جنایاتی که انجام دادن افتخار میکردن، ولی بعدها مجبور شدن در مقابل دادگاه های بین المللی قرار بگیرن، دادگاه های ملی قرار بگیرن و به جنایاتشون ضمن اینکه اعتراف میکنن در اون دادگاه ها بهاش رو بپردازن. در ارتباط با اینها به نظر من این مسئله اتفاق میفته، دیر یا زود، اینجا یا اونجا، ما زنده باشیم یا نباشیم، حتی اگر نباشیم، حتی اگر این دادگاه ها تشکیل نشه، حتی اگر اونها قبل از اینکه بخواد این دادگاه ها تشکیل بشه مرگ اونها رو در به قول معروف در بره، باید منتها تاریخ در مقابل اونها قضاوت خواهد کرد، تاریخ در مورد اونها رو محکوم خواهد کرد، اونها در محکمه تاریخ محکوم میشن و به عنوان یک جنایت بزرگ از اون یاد خواهد شد. ببینید آیت الله منتظری تاکید میکنه تو نوار صوتی که هست با همین حضور هیئت کشتار، میگن از این کار شما به عنوان بزرگترین جنایت در تاریخ یاد میشه، از شما به عنوان جنایتکار در تاریخ یاد میشه و این واقعیت داره امروز میبینیم. هیچ کدوم از اینها نمیتونن فرار کنن، گویی که این خونها دنبال اینهاست، گویی که دست از سر اینها بر نمیداره و حتما که در آینده وضعیت برای اونها بحرانی‌تر از پیش خواهد شد. آقای مصداقی اشاره کردید به آقای روحانی و در واقع این واکنش های اخیر ایشون، تا چقدر این واکنش ها رو جدی میبینید یا اینکه اونها رو به صورت ابزارداری داره استفاده میکنه، شما چگونه اینو میبینید؟ آره نه، ابزاره اینا مطلقا، هیچ کدوم از اینها که اعتقادی به مسئله دادخواهی ندارن، اعتقادی به در واقع برخورد با ظلم ندارن، که اینا اولا همشون، خود آقای روحانی هم مشارکت داشته در همه اون چه که در 38 سال گذشته اتفاق افتاده، ایشون یکی از اعضای شورای امنیت ملی هستش، ایشون کسی هستش که تقریبا همه دوران خدمتش رو بیشتر در زمینه امنیتی گذرونده، حتی کاندیدای وزارت اطلاعات بوده در دولت آقای رفسنجانی در دولت اولشون، بعد فلاحیان مطرح شده. بنابراین این که ایشون اعتقاد به این مسئله داشته باشن خیر، از کابینه ایشون هم مشخصه. دور قبل آقای پور محمدی یکی از اعضای هیئت کشتار سال 67 وزیر دادگستریشون بود، امروز وزیر دادگستری ایشون آقای علیرضا آقایی خواهد بود طبق اونچه که در اخبار اومده. علیرضا آقایی هم یکی از اعضای هیئت کشتار سال 67 در جنوب کشوره، ایشون هم کارنامه جنایتکارانه داره و در 38 سال گذشته جز جنایت کاری صورت نداره، جز حکم اعدام کاری نکرده. همون چیزی که ایشون راجبه رئیسی میگه در ارتباط با ایشون هم صدق میکنه. بنابراین من فکر نمیکنم که آقای روحانی باوری داشته باشه به مسئله در واقع به اون چیزایی که عنوان میکنه. شما میبینید وزیر کارش آقای علی ربیعیه که از معاونین وزارت اطلاعات بوده و نقش داشته در کشتار، در شکنجه و در بیرحمی، و امروز هم به همین دلیل، به خاطر اینکه بتونه مهار بکنه جنبش های احتمالی کارگری رو، برای اینکه بتونه برنامه هایی داشته باشه برای سرکوب اونها یا مانع شدن از بیرون ریختن این پتانسیلی که در این جامعه وجود داره، به این پست گذاشتنش و به قول من آگاهانه و هوشیارانه او رو به این پست گذاشتن، چون نقش داشته در سرکوب جنبش کارگری از روز اول. آقای علی ربیعی علی رغم اینکه کنسول وزارت اطلاعات بوده، ولی که در جنبش کارگری هم بوده، از کسانی است که خانه کارگر رو تشکیل دادن که یکی از نهادهای کنترل کننده کارگران در محیط های کار هستش. آقای مصداقی، با توجه به اینکه علی خامنه ای میبینیم که مسئولیت این دوران رو از گردن خودش در واقع میخواد بندازه به کنار و اینکه مبرا میدونه خودش رو از این جریانات و در واقع این مقصر میدونه رهبر جمهوری اسلامی در اون زمان رو، یعنی نخستین رهبر جمهوری اسلامی آقای خمینی، فکر میکنید که دلیل ایشون چی است؟ آیا توجیه کشتارهای
کشتارها و قتل عام‌های سال 60، سال 67. یا اینکه فکر می‌کنید که ترس علی خامنه‌ای از اینه که نخواد در واقع جای خمینی بنشینه و خودش رو یه جورایی می‌خواد آمر این قتل عام‌ها ندونه؟ آقای خامنه‌ای همچون که عرض کردم در سال 67 کشتار رو تأیید کردن. این سندش موجوده در صحبتی که با در دانشگاه داشتن به مناسبت 16 آذر. و در نماز جمعه هم میدونید ایشون سخنرانی میکردن. در همون دوران کشتار سال 67، در بوهه کشتار سال 67 و اونجا هم تأیید این کشتارها بود از طرف ایشون. جدای از این مسئله، ایشون در دورانی که رهبری جمهوری اسلامی داشتن تمامی اعضای هیئت کشتار سال 67 رو ارتقای مقام دادن. اونا پاداش گرفتن به خاطر نقششون در این کشتار. آقای نیری رئیس حکام شهر اوین، ایشون اومدن و معاون حقوقی دیوان عالی کشور شدن و معاون قضایی، و در یه دورانی هم به جای آقای گیلانی در واقع گرداننده دیوان عالی کشور بودن. بعد هم که خب می‌دونید رئیس دادگاه انتظامی قضات شدن. بنابراین ایشون ارتقای مقام پیدا کردن. خب ناصریان رو می‌بینید، شیخ محمد مقیسی امروز قاضی تقریبا اول نظامه. خب او هم ارتقای مقام گرفت. پور محمدی رو می‌بینید، ایشون از معاونت وزارت اطلاعات رسید به قائم مقامی وزارت اطلاعات در دوران خامنه‌ای و بعد هم ایشون وزیر کشور شده، رئیس سازمان بازرسی کل کشور شده و بعد هم وزیر دادگستری. همچنین آقای رئیسی معاون دادستان بوده، ایشون در دوران خامنه‌ای پست بالاتر گرفت، تبدیل شد به دادستان انقلاب اسلامی مرکز و بعدم رئیس بازرسی کل کشور و بعد از اون هم ایشون معاون اول قوه قضاییه بودن، تقریبا همه کاری قوه قضاییه، و بعد دادستان کل کشور، گرداننده دادگاه ویژه روحانیت و همچنین ایشون امروز مشق رهبری میکنه و خواب جانشینی رو میبینه، نایب تولیه یا تولیت آستان قدس رضوی است به فرمان خامنه‌ای. رابطه بسیار بسیار نزدیک خامنه‌ای با او داره به خاطر نقشی که در کشتار سال 67 داشتن. بنابراین این که گفته میشه خامنه‌ای مخالف قتل عام نظر من یا بوده نادرسته، بماند که ایشون یک در واقع سایتی دارن، پرسمان دانشجویی، که اونجا جواب میدن از طرف دفتر ایشون با مسئولیت ایشونه به سوالهای دانشجویی. در اونجا آقای خامنه‌ای یا همون سایت منتسب به ایشون در جهت تایید کشتار 67، توجیه کشتار 67 اونجا به سوالات مطروح پاسخ دادن و از نظر من تردیدی در این ماجراها نیست و ایشون پشت این کشتارها بوده، مسئولیت داره، اگرچه خب حکم خمینی صادر کرده، ولی این دلیل نمیشه که ایشون رو مبرا بتونیم از این کشتارها. و خب میبینیم که ایشون وقتی که نوار صوتی میاد بیرون، دادگاه ویژه روحانیت که زیر نظر ایشونه، تمام اقدامات زیر نظر ایشونه، آقای احمد منتظری رو دستگیر میکنن، بازجویی میکنن، تهدید میکنن، خب اینا همه زیر نظر خامنه‌ای صورت گرفته. و شواهد دیگه هست زیاده که حالا شاید وقتی برنامه اختصار نکنه یا فرصت برای من نباشه که بخوام به این مسئله بیشتر از این بپردازم. فکر کنم همینقدرم کافی باشه که نشون بده که خامنه‌ای در واقع در این کشتار هم نقش داشته و هم تایید میکرده و هم تایید میکنه. البته یه حقوق بازی این وسط خامنه‌ای داشته،
که بعضی ها سعی میکنن اون رو به نوعی عمده بکنن. اونم اینه که خامنه ای در دوران کشتار سال 67 از اون جایی که موقعیت بسیار بسیار ضعیفی داشت، خامنه ای در آخر سال 66 یه توسری از خمینی خورده بود و دیگه به دنبال این بود که دوران بازنشستگی خودش شروع بکنه. حتی در گفته‌های خودش هم هست اینکه کجا بره چیکار بکنه و میخواست به قوم بره، حتی به قول خودش بره دنبال تحقیق و اینها. در این وضعیت چون خامنه ای تصور میکرد آیت الله منتظری جانشین خواهند بود و شنیده بود که آیت الله منتظری مخالف این کشتار هستند و خبر داشت از نامنگاری های ایشون و در جریان این نامنگاری ها و اعتراضات ایشون بود، در شهریور ماه در زمانی که تقریبا همه کشتار تموم شده سراغ آیت الله منتظری میره و به نوعی خودش رو مخالف اعدام زندانیان چپ نشون میده که آیت الله منتظری میگن مگر چرا موقعی که مجاهدین میکشتن نیومدی؟ میگه مگه اونا هم کشتن؟ که آیت الله منتظری خودشون اونجا میگن که نمیدونم حالا اطلاع نداشته جلو من اینجوری جلو میدم، که به نظر من شوخیه. این حقوق باز خامنه ای در مقابل ایشون نقش بازی میکرده، احتمالا آیت الله منتظری هم با زیرکی مثلا مطرح میکنن چه بسا، ولی در هر صورت این حقوق بازی رو میکنه. و حتی در سالهای اخیر هم حسین شریعت مداری سعی کرد در نظام کیهان نوعی جلوه بده که خامنه ای مانع کشتار زندانیان چپ شده، مارکسیست شده، که اینا حقیقت نداره، اینا دروغه. و تا اونجایی که تونستن زندانیان چپ رو هم از دم تیغ گذروندن، قتل عام کردن. درسته. آقای مصداقی، اشاره کردید به سایتی که در واقع وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبری هست، فکر کنم پرسامان دانشجوی اسمش هست. همین سایت در همین اواخر یادم هست که اومد دلیل این اعدام‌های 67 رو این اعلام نکرد که در واقع حکومت میخواست از به قول خودش از شر زندانیان در واقع راحت بشه و اومد اعلام کرد که این به خاطر این بود که زندانیان سیاسی در اون زمان در زندان اوین میخواستن شورشی کنن برابر با عملیات مرصاد، اگر اشتباه نکنم. شما منو تصحیح کنین، شما این گفتار رو چگونه میبینید و چطور؟ چون میدونم که در اون زمان شما خودتون در مرکز بودید و اطلاعات کافی رو شما دارید. بیاین تصور کنیم چنین چیزی در یک زندان بوده، چرا کشتار در همه زندان های ایران بوده؟ بیاین تصور کنیم هواداران مجاهدین شادی میکردن یا توطئه‌ای در کار بوده، میخواستن بپیوندن به نمیدونم سازمان مجاهدین. خب چرا زندانیان چپ رو اعدام کردن؟ چرا زندانیان توده‌ای رو اعدام کردن؟ چرا اون پیرمردا رو اعدامش میکردن؟ بنابراین اینا تماما جهل و دروغه. من در زندان گوهردشت بودم و بعد از کشتار سال 67 با تمامی زندانیان زنده مونده، تمامی بندهای اوین و گوهردشت هم بند، از تمام این بندها اطلاع دارم. همون موقع هم تحقیق کردم، نتیجه تحقیقاتم هم منتشر کردم و اینکه مثلا هر بند چند آدم بودن، چند تا اعدام شدن، چند تا زنده بودن با اسامیشون تو کتاب من هست. حالا با زرس قاطع میگم بدون تردید در هیچ یک از بندهای اوین و گوهردشت که محل اصلی اعدام های سال 67 بوده هیچ شورشی نبود. زندان کاملا عادی بود، افراد زندگی عادی خودشون رو میکردن، خیلی ها در سلول های انفرادی بودن، مثلا از هیچ خبر نداشتن. یه نفر توی سلول بود، من خودم اون موقع تو سلول انفرادی بودم. توجه بکنید در هیچ یک از زندان‌های تهران هیچ شورشی نبوده، هیچ یک از ادعاهایی که اینا میکنن واقعی نیست و زندانی‌ها فقط و فقط با نگرانی موضوعات رو دنبال میکردن، اخبار رو دنبال میکردن، شاید با هیجان یه جاهایی اخبار رو دنبال میکردن، ولی نه دسترسی به جایی داشتی، نه امکان این رو داشتی
حتی میگفتن که اینا مطلع شده بودن از برنامه ریزی. آخه چجوری کسی که تو زندانه در سراسر ایران میتونه مطلع بشه که در عراق چه خبره هست، به چه ترتیب میتونن اینا با هم ارتباط بگیرن؟ ببینید اینا همه جعلیاتی است که اینا در طول این سالها ساختن برای اینکه جنایت خودشون رو توجیه بکنن. نخیر، هیچ ارتباطی بین زندان و در واقع اون عملیات نبوده. ببینید این کشتار در سراسر ایران اتفاق افتاده. یه نفر که تو مشهده چجوری میتونه به عملیاتی که توی نمیدونم غرب کشور به اونها بپیونده یا قرار بشه شورش بشه بکنه به اونها بپیونده، اگر بخواد با ماشین بره تا اونجا بکنم چه روز دو را بشه. اینه که اینا نه جریاتی است که اینا درست کردن در طول این سالها برای توجیه این جنایت. و خود آیت الله منتظری به صراحت اون نامشون میگن که، یا حتی در نوار صوتی هست، در گفتگوشون با اعضای هیئت کشتار سال 67 هست که میگن که یه عده‌ای دنبال این بودن که از شر این زندانیای سیاسی خلاص بشن، خودشون فرصت رو مغتنم شمردن. حتی اشاره میکنن به امثال لاجوردی و اینها، میگن گردنش بشکنه. این چیزی که آیت الله منتظری میگن. و بنابراین اونچه که در خامنه‌ای و اون مرکز مشاورش مطرح میکنن، کتاب هایی رو که در مثل پاسداش حقیقت یا حتی کتابی که آقای بادامچیان نوشتن، اینا تماما دروغه. و به نظر من کسانی که اینها رو اشاره دادن، این ادعا رو مطرح کردن، مشارکت دارن در این جنایت و فردا باید پاسخ بگوشن و به عنوان شریک جان. پرسش آخر من برمیگرده به نگاه شما که در اون زمان در لحظات بسیار سخت قرار داشتین، سخت و تلخ دهه 60. واقعا دست مریضات اولا به شما، من که اصلا نتونم بهشان فکر کنم. و نگاه شما، شما که از نزدیک در واقع این قتل عام‌ها رو مشاهده کردین، هم بندیان سیاسیتون رو دیدید، وقتی به عقب برمیگردید این نگاه چگونه است؟ آیا اصلا فکر میکنید مسببان این اعمال روزی عذرخواهی خواهند کرد؟ ببینید، به نظر من اول از اون که جنایت علیه بشریت رو که با عذرخواهی نمیشه حل و فصل کرد. این همه مادرانی که داغ دیدن، همسرانی که داغ دیدن، پدرانی که داغ دیدن، فرزندانی که داغ دیدن رو، رنج هاشون رو که نمیشه با یه عذرخواهی خشک و خالی، اونم در زمانی که در مقابل میز عدالت قرار گرفتید، بخواهید حل و فصلش کنید. به نظر من مهمترین مسئله‌ای که بایستی تو جامعه ما مطرح باشه و جا بیفته مسئله دادخواهیه. چون بدون مسئله دادخواهی، بدون روشن شدن زوایای این جنایت و دیگر جنایات، ما نمیتونیم مانع بشیم از تکرار اونها، نمیتونیم در مقابل تکرار اونها بایستیم یا تضمین ایجاد کنیم، نمیتونیم به آزادی برسیم، نمیتونیم به دموکراسی برسیم. به خاطر اینکه میبایستی پاسخگویی در جامعه ما جا بیفته، میبایستی مسئولیت پذیری در جامعه ما جا بیفته، این از این مسیر میگذره. ولیکن بله، جنایاتی در دهه 60 اتفاق افتاده، منم شاهد ناظر بخشی از اونها بودم. بهترین نسل ما از بین رفته، نسلی که در واقع محصول چند نسل قبلش بوده. شما ملاحظه کنید، در خانواده ها برید ببینید، بپرسید، تحقیق کنید، تمامی اون کسانی که در دهه 60 اعدام شدن یا در زندان ها بودن یا بسیاریشون به خارج از کشور اومدن، بهترین بودن در خانواده های خودشون، در شهر خودشون، مدرسه خودشون، دانشگاه خودشون، محیط کار خودشون. و خب از بین رفتن اونها جامعه ما رو با یک خلأ مواجه کرده، خلأ بین نسل ها. و این فجایعی که میبینیم در جامعه اتفاق میفته به خاطر همین خلأه، به خاطر اینکه همه خوب ها از بین رفتن و به نابودی کشیده شدن. این بسیار بسیار دردناکه. ولی از یه طرف دیگه، علی‌رغم همه اون رنج ها، علی‌رغم همه اون تلخی ها، علی‌رغم همه اون سیاهی ها، این طرف یک تابلوی پرشکوهی هم هست. تا
تابلوی مقاومت یک نسل در مقابل این سیاهی ها، در مقابل این تاریکی ها، که جامعه ما، تاریخ ما بعدها میتونه به اونها افتخار بکنه و بگه در مقابل این سیاهی، بگه در مقابل خمینی و شقاوت خمینی ما داشتیم نسلی رو که ایستاد، از همه چیز خودش گذشت و از حقوق مردم خودش دفاع کرد. این بخش روشن قضیه است که ما میتونیم به تاریخ بگیم ما بودیم، نسل ما بود که در مقابل این هیولا ایستاد و چهره کریه اون رو به جهانیان و به مردم ایران شناسوند. ما این نسل، نسلی که نابود شد، نسلی که به تاراج رفت، میتونه بعدها کشور ما به اون اشاره کنه که در مقابل این تیرگی ها ایستاد و نقاب از چهره خمینی کشید، نقاب از چهره استبداد زیر پرده دین کشید و در واقع سیاهی های یک دین در حاکمیت رو نشون داد و اینها چیز کمی نیست، بهای سنگینی رو هم تلبیده و خانواده های بسیاری به خاطرش داغدار شدن، عزیزان خودشون رو از دست دادن. ولی خب این مسیر سختی بوده که ما میبایستی طی میکردیم چه بسا، و حالا به اینجا رسیدیم که تقریبا میتونم بگم امروز خود بچه های سران این نظام هم عملا در مقابل اونها ایستادن یا با فرهنگ اونها، با فرهنگ دینی، با فرهنگی که اونها میخوان حاکم کنن همخوانی ندارن. سپاسگزارم آقای مصداقی عزیزم، مثل همیشه دعوت من رو پذیرفتین و در این برنامه با من همراهی کردید و امیدوارم که دادگاهی عادل برپا بشه تا زمانی که من و شما هستیم، جایی که مجموعه برنامه تشکیل بدیم، در اون دادگاه شما رو ببینیم که دارید از هم سلولیاتون، در واقع از عزیزانتون دفاع میکنید. خیلی ممنونم از شما، همچنین از سینما. و ما عزیزان، این بود یکی دیگر از برنامه های شورای ملی ایران در رسانه افق ایران. تا دیدار و گفتگوی دیگر، به شما عزیزان هم بدرود میگویم و پاینده باد کشورمان ایران.